با عرض تشکر از بنیاد فرهنگی همزبان از اینکه من دعوت کردین، خیلی خوشحالم. امروز راجع به طب گیاهی و اشکالاتی که برای یک فرد به وجود میاد قرار شد صحبت بکنیم. اسم من شهرام برجیس، از سانتا مونیکا کالیفرنیا میام و به اصطلاح تحصیلات بنده در مهندسی شیمی و پتروشیمی هست، ولی از سال 1995 وارد یک سری اطلاعات در مورد طب گیاهی و تجربیات به اصطلاح طبیعی در موارد امراض شدم. وقتی به آمریکا اومدم یک کورسی هم در نیویورک IIN که راجع به اصطلاح تغذیه های مختلف برای امراض مختلف هست برداشتم و به طور به اصطلاح قانونی از سال 2012 افرادی که اشکال کرونیک یعنی مزمن یا سرطان دارن بیشتر به من مراجعه میکنم. در مورد امراض مزمن ما نتیجه آن هستیم که میخوریم، یعنی که انسان چیزهایی که میخوره یا بهش میسازه یا نمیسازه، در صورتی که اون موادی که مصرف میشه با هم بخونن این به اصطلاح جسم تقویت میشه، قدرتش بیشتر هست، مسئولیتش بهتر هست و قابلیتش برای پیشگیری یا مقابله و امراض بهتر و بهتر خواهد. امراض مزمن وقتی پیش میاد که آدم در مورد یک مسئله یا یک چیز به خصوص مسئولیتش از بین میره، یا به صورت آلرژی هست یا به صورت حساسیت یا به صورت اینکه یک مسائلی پیش میاد که زیاد بدن قدرت توانایی دفع اون رو نخواهد داشت. معمولا در این موارد من به فرد پیشنهاد میکنم یک لیست تهیه بکنه. این لیست شامل این میشه که روز رو مینویسه، ساعتش رو مینویسه، نهار، صبحانه، شام، و در ستون آخر مینویسه چی خوردن، و این ستون متوجه هست در طی روز حتی اگه نمک زده به غذا این همه رو مینویسه، و یک ستون باز میکنه برای اینکه چه اشکالاتی برایش پیش اومد. در طی 3 هفته معمولا خود فرد تشخیص میده، میبینه که برای مثال وقتی شیر میخوره اشکال برایش پیش میاد، گاز داره، مسئولیتش کمتره، قدرت تواناییش کم شد، یا داره دلپیچه میگیره، فرد خودش پیدا میکنه. وقتی پیدا شد از طریق آزمایش خون میشه فهمید چه فعالیت هایی کجای بدن هست. اون فعالیت ها رو میتونیم با داروهای گیاهی و غذا از بین برد. معمولا دستور عملی که به فرد میدی بین 1 هفته یا ماکسیموم تا 8 هفته جواب میده، به صورت خیلی بدعی و ساده مرض از بین میره. ولی اگه مثلا شما فرض کنید یک آلرژی خیلی ساده که فرد باید بره پیش یک دکتر متخصص، دوا یا داروی رو بعضی وقتا تمام عمر بخوره،
اینجور مسائل به عقیده من صحیح نیست. در یکی از الواح میفرمایند که مرض رو به اسبابش معالجه بکنی. در علم طب فعلی بیشتر از طریق علائم معالجه میکنن، یعنی که میبینن چه علائمی فرد ازش رنج میبره، اون علائم رو از بین میبرن، ولی به مرض کار ندارن. یا اگه آلرژی دارن سعی میکنن که اون مسائلی که آلرژی برایشون پیش میاره اونو براش یک سرم درست کنن بهش بزنن تا این به اصطلاح آنتیبادی بسازه بتونه دفاع بکنه. ممکنه جواب بده، ممکنه جواب نده. طریقی که من استفاده میکنم معمولا یه آلرژی یا امراض مزمن یک انگل های به خصوصی در روده هستن، اونها رو از بین برد. وقتی اینا رو از بین میبری به طور سریع و در از یه هفته تا هشت هفته مرض منتفی شد، فرد برمیگرد به زندگی عادی و هیچ احتیاج نداره که یک قرص یا یک کپسولی رو برای تمام عمرش مصرف. من خیلی افراد سرطانی به هم مراجعه میکنه. سرطان در علم پزشکی بیشتر دنبال قده میگردن، یعنی تا قده ای نباشه شاید، البته به جز سرطان خون یا لیمفوما، تا قده ای نباشه احتیاج به این که معالجه بشه نیست. ولی خیلی ها سرطان دارن هنوز قده ای ندارن. بنابراین یه خود اختلاف هست بین طب گیاهی و طب کامنشنال و طب پزشکی. در این موارد، در موارد سرطانی، فرد میره پیش آنکولوژیست، یعنی متخصص سرطان، و به ایشون یه تشخیصی بعد بدن، یک سری سکن بس بکنن، وقتی قده رو پیدا کردن یا جراحی میکنن یا از شیمی درمانی استفاده میکنن. بعضی اوقات به اصطلاح رادیشن، به فارسی میگن طب مسائل، با استفاده میشه که حتما اون قده از بین بره. ولی سرطان یک مرض سیستمه، یعنی که در بدن در حال چرخش است. ما این قده رو داریم قسمت از بین میبریم ولی سرطان رو از بین نبردیم. اینه که خیلی اکثر موارد این به متاستاز یا تقسیم شدن در موارد در جوار یا در عضوهای دیگه شروع میکنه به وجود مرد، یعنی که قرده در یه محل بود به چند محل دیگه میره. باز هم شیمی درمانی یا پرتو درمانی ممکنه به کار ببرن، ولی یه جایی میرسه که بدن توانایی این مسائل رو نخواهد داشت. چون شیمی درمانی یک فرد سرطانی بسیار سموم در بدنش زیاده، خود شیمی درمانی سم بسیار قویه و به این سیستم ضعیف نحیف اضافه میکنی برای که قده رو از بین ببری. تاکسین و یا سموم بیشتر میشه و این فرد رنج بیشتر میبره. حالا موهاش میریزه، بیحال میشه، دلپیچه میگه، اونا رو بذاریم کنار. از اون بدتر وقتی پرتو درمانی میشه بسیار سموم زیاد میشه و این باعث فشار روی کلیه است. در طب گیاهی میان اول سرطان رو از بین میبرن، یعنی که فرض کنیم بنده سرما خورد و خیلی عطسه میکنن، این عطسه همون تومور باشه، یعنی قرده باشه،
اگر چند قطر به صلاح بینی خودم بریزم، عطسه قطع شد، ولی سرماخوردگی چی شد؟ سرماخوردگی هست، پاورجاست، در سیستم بنده داره میچرخ. بنابراین طب گیاهی میاد سرطان رو متوقف، توقف سرطان به ازای مطالعات ناتوروپاتیک یا طب گیاهی اینه که یک سه انگل چهار تا باکتری باعث میشن یک به اصطلاح کیسه ای سیست به وجود بیاد. این سیست بعدها ممکنه بشه قده، یا ممکنه هم هست نه هم به همون صورت بمونه یا عملش کنن یا به اصطلاح ما دارو از بین بره. در طب گیاهی اون انگل ها اون باکتری ها را شروع میکنه از بین بردن. بعد مواد دیگه ای هست که کمک میکنه اون قده شروع کنه کوچیک شد، البته طول میکشه، بستگی به اندازه قده ممکنه بین دو هفته تا یک ماه، دو ماه، به تدریج با پلان های مختلف اینو کوچیک میکنه. و وقتی داره کوچیک میشه فرد تقریبا برمیگرده به حالت نرمال، به حالت عادی، و میتونه زندگی خودش رو بکنه به هر صورتی که قبل از اون سرطان داشت. اینه که نه سموم زیاد میشه، نه جراحی عمل میکنن، نه سمومی به بدن اضافه خواهد شد، بلکه قسمتی از پلان تقویت مسئولیت فرد است. تقویت مسئولیت فرد اینه که اون قدرتی که داره برای، چون ما همه سرطان میگیریم در روز، همه ممکنه قده های کوچیک میگیریم ولی مسئولیتمون بالا هست، اون قده رو از بین میبریم. اون فردی که سرطان میگه قده شروع میکنه بزرگ شدن، اون مسئولیت رو در اون ناحیه از دست داد. اینه که بعد این مسئولیتش رو ببریم بالا که بتونه دوباره دفاع کنه. این قسمتی از کار. قسمت دیگه توقف سرطان. قسمت بعد اینه که وقتی سرطان شد معمولا کبد زیر فشار زیاد، کلیه زیر فشار زیاد، اینا رو آزمایش ها نشون میده که کبد در چه حال، آنزیماش بالاست، داره سلولاش از بین میره، کلیه یک به اصطلاح فاکتوری هست به اسم کراتینین، نشون میده که خیلی داره میره بالا، پس تاکسین زیاد شد، سموم زیاد شد. این قسمت میاد این ارگان ها رو، این عضو ها رو تقسیم که بتونه بهتر کار بکنه، تغذیه بهتر بشه، چون مریض سرطانی اکثرا وزنشون میاد پایین. برای اینکه وزن از دست ندن، اینا این تیروئید، کلیه و کبد و تنظیمش، بنابراین به تصحیح و ترمیم و حتی تمیز کردن این ارگان ها در قسمت چهارم پنجم توی این پلان کمک میکنه. وقتی کمک شد برمیگیم تغذیه چطوری باید بشه، مثلا چه چیزهایی بیشتر بخوریم، چه چیزهایی کمتر. وقتی این پلان اجرا میشه به تدریج فرد شروع میکنه قدرتش بالا رفتن، مسئولیت بالا رفتن. مهم نیست سرطان، لوپوس یا اینفکشن به قول معروف عفونت زیاد، همشون به تدریج از بین میره. در طی این مراحل فرد آزمایش میکنه، زیر نظر دکتر هست و زیر نظر تغذیه و تنظیم و ترمیم و تمیز کردن سیستم. این قسمتش با به اصطلاح من با مریض کار میکنم. معمولا نتیجه خیلی بالاست، یعنی اونایی که ادامه میدن این به اصطلاح پلان ها رو
هنوز بعد از 5 سال 6 سال زندگی میکنم و هیچ کیموتراپی هم ندارم. بعضیشون، نه همشون، همشون بعضیشون، یکی دوتاشون کیموتراپی دادن بعدن اومدن، بعضیشون جواب شدن گفتم بفرم خونه. ولی مهم نیست در چه مرحله‌ای باشه، اگر تمام این تصحیح‌ها روی سیستم بدنی فرد ایجاد بشه، درصد به اصطلاح معالجه حتی به 95% میرسه. در صورت که در علم در پزشکی میگن سروایور، یعنی نجات پیدا کرده، یعنی ولی معالجه نشد. سروایور بین 15% تا 30% 40% بستگی داره به سرطان، سرطان مغز خیلی پایین. بنابراین خیلی مسائل در این به اصطلاح پلن ترمیم و تحسیح موجوده. یکیش اینه که فرد باید سیستمش رو بیشتر قلیایی نگه داره. اینه که بهش یه پی اچ پیپر میدیم، میگیم تست بکن، یا ادرار هست یا از روی زبون تست میکنه و اونجا یه چارت داره نگاه میکنه. میگه مثلا پی اچش اگر شد 5 این خوب نیست، چون باکتری زیاد میشه و مسمومیت میاد پایین. وقتی اینطوری شد یه لیست بهش میدیم، میگیم از این غذاها بخور که بدن قلیایی بشه. مثلا از این غذاها باورتون نمیشه، لیمو قلیاییه، آب لیمو بسیار قلیایی، خودش اسیده ولی در بدن به صدا متابولایز میشه، فارسی شعرم نیست، متابولایز میشه و همیشه قلیایی. تمام مرکبات اینا قلیایی هست، اکثر میوه ها و سبزی ها قلیایی هست. برای اینکه فرد سرطانی بعد اگر نمیتونه اینقدر سبزی و میوه بخوره، میتونه یه مقدار جوش شیرین توی آب بریزه برس قلیایی میکنه. حتی اگر سرطان پوست هست، با جوش شیرین میتونی اون تومورها رو کوچیک بکنی، هیچ داروی دیگه هم نمیخواد. ولی بعضی هاش خیلی پیشرفتن، ممکنه جواب نده، بعد بره زیر یه پلن. یا مثلا سرطان خون، فردی که از شیر آب میخوره، یه مقدار مس میاد توی اون آب، چون لوله ها مسی هست. مس فلز باعث یکی از عواملی هست که سرطان خون رو بدترش میکنه، یعنی گلبولای سفید بیشتر میشه. البته چیزهای دیگه هم هست، بنزین هست، نمیدونم انگل ها هستن، ولی اگر گلبولای سفید مثلا حدود 25,000 هست، اگر هیچ عفونتی نیست، فرد آب از شیر نخوره، فلزی دست نزنه، شروع میکنه پایین اومدن. نه شیمی درمانی احتیاجه، نه ریدیشنش. شما میتونید پیشگیری بکنید با طب گیاهی، که در طب به اصطلاح کانونشنال در پزشکی فقط باید برین کلونوسکوپی بکنین، فیبروسکوپی بکنین، ازتون عکس بگیرن، آزمایش بدین، ولی در طب گیاهی چیزا احتیاج نیست. با غذا خوردن صحیح میشه خیلی خیلی، من درصدشو نمیدونم، ولی فکر کنم 90 یا بیشتر درصد میتونین پیشگیری بکنین. این یکی. وقتی مرض حاصل شد، باز با طب گیاهی بدون عوارض جانبی میتونیم اشکال رو تحصیل کنیم. بنابراین از هر طرف بگیریم، سالمتر و سادتر و بی‌ضررتر اینه که من نمیگم کسی نره کیموتراپی کنه، چون از نظر قانونی صحیح نیست، چون پزشکی در حال حاضر اون مهم،
بنابراین کسی اشکالی پیدا کرد بره دنبال دکتر حاذق، دنبال آزمایش، پلانهاشو ببینه، به موازات اون از طب گیاهی استفاده. افرادی هستن در شمال مکزیک، در جنوب آرژانتین، در باهاماس، در کانادا، در آلمان، هر دو رو استفاده میکنه. یا مریض رو میفرستن یک بار کیمو میده برش میگرد، یا به اصطلاح بیمارستان هایی هستن طبیعی مثل گرسن. این فقط از آب میوه و مواد طبیعی استفاده میکنه. بنابراین راه های مختلف هست و این های کار نمیکرد مشتری نداشت. نتیجه می خوبم.